همگی چطورید؟ هیولاهای باستانی تو جزیره اکه ظاهر شدن و آخر شکلای شیطانیشون رو بعد مدت‌ها انتظار ما نشون دادن، طوری که اکه شبیه جهنم شده. لوفی الان نه تنها باید ساترن رو شکست بده، بلکه باید مقابل یوکای‌هایی بمونه که آسیبی نمی‌بینن و هر کدومشون قدرتی از یک هیولای باستانی دارن. چپتر 1110 با کاوری از یاماتو و مومونوسکه با عنوان سقوط سیارات شروع میشه. در حالی که هرج و مرج شدید تو ساحل اکهد ادامه داره، رعد و برق‌های سیاه آسمون رو فرا میگیرن. معاون دریا سالار بلوگراس که روی رباتش وایساده از دیدن این صحنه شوکه میشه. سربازا اشاره میکنن که این وضعیت درست مثل ورود ساترن به جزیره است. بانی که همراه فرانکی و اطلس پیش جاینت هاست نگران بقیه کلاهسیریاه، چون از وضعیت بقیه خبر نداره. اینجا ناگهان تیری بزرگ پرتاب میشه که این تیر بزرگ از طرف جاینت به طرف کشتی نیروی دریایی که میبینیم جاینت ها به همراه پسیویستا دارن همه کشتی ها رو نابود میکنن. تو همین لحظه دوری و بروگی همراه با چند تا جاینت دیگه دارن به سمت مرکز جزیره، جایی که لوفی هستش، میرن. از اینجا میریم به مرجوا. دندن موشی تصویری داره پیام دکتر وگاپانک رو پخش میکنه و تمام مردم جهانم دارن این پیام رو میبینن. شاکا از استلا میپرسه که چی درست کرده. دکتر میگه چیزی درست کرده که آرزوی خیلی ها رو برآورده کرده، یعنی وگا کافی. با یک دونه از این قهوه میشه یک لیوان بزرگ پر از آب رو تبدیل به قهوه کرد. استلا با نوشیدن قهوه از شاکا میپرسه که چند دقیقه ساختنش طول کشیده. شاکا جواب میده که ضرب العجل سختگیرانه ای نبوده، ولی هنوز 7 دقیقه وقت دارن، پس بهتره طبق برنامه شروع کنن کارشونو و حتی اگه دولت جهانی بخواد پخش صداشونو قطع کنه بازم نمیتونن جلوشونو بگیرن. حالا تو وسط اتاق فرماندهی گروسی میتونیم دایره فراخوندن شیطان رو ببینیم که داره ازش جرقه های سیاه بیرون میاد و همین دایره ما رو برمیگردونه به اکت که 4 تا دایره شیطانی جدید برای فراخوندن گروسی ظاهر شدن و در حالی که لوفی به تنهایی جلوی همشون مونده، شیاطین از دایره ها خارج میشن و نشون میدن که بزرگتر و وحشتناکتر از ساترن هستن. سانجی که میبینه وضع خیلی خرابه میخواد هرچی زودتر نامی و بقیه رو تو طبقه لبو از این وضعیت باخبر کنه. لوفی الان در مقابل هیولاهای افسانه‌ای وحشتناک قرار گرفته و باورش نمیشه که غیر از ساترن چند تای دیگه از این هیولاها وجود دارن، که اودا آخر به صورت رسمی اسمشون رو بهمون میگه. ساترن یوکای به نام گیوکی هستش که مشهور به داشتن صورتی شبیه گاو و بدنی عنکبوت مانند. این هیولا به مردم ساحل تو افسانه ها حمله میکنه. مارکوس مارس یوکای به نام ایتسوماده هستش که پرنده ای با چهره انسان و پاهای پرنده است. مارس همونطور که از اسمش معلومه نشان سیاره مریخه که نماد طرف جنوبه، و یوکایی که از جنوب محافظت میکنه سوزاکوئه که دارای قدرت آتیشه، که با ترکیب این قدرت با ایتسوماده اودا به ما گروسه‌ای رو داده که میتونه از آتیش استفاده کنه. این پرنده تو افسانه ها موقع بلاهای طبیعی ظاهر میشه و با فریاد زدن تاکی تاکی بدبختی مردم رو میبینه و کاری نمیکنه. همونطوری که سنت مارس مسئول بخش منابع طبیعی دولت جهانی و داره سوختن و نابودی طبیعت اکد رو میبینه و کاری نمیکنه. سنت تاپمن وارکری یوکای به نام هوکی هستش که گرازی از افسانه چینیه و مشهور به ترسوندن روستاها. ایتان بارو ناسجورو یوکای به نام باکوتسو هستش که گفته میشه روح اسبیه که زنده زنده سوخته شده، و عجیب ترین بین اینها سنت شپر جوپیتر هستش که اصلا مثل بقیه یوکای نیست و کرم شنیه. با اینکه اسمش کرم شنیه، ولی تو افسانه ها مار بزرگ یا اژدهای بی دست و پا هم صدا میشه، که اگه فیلم دون رو دیده باشید روش کار کردن قدرتش رو بهتر متوجه میشید، چون نویسنده داستان دون فرانک هربرت خالق چنین موجودی در داستان هاست و اودا خواسته نسخه ای از این هیولای دون رو تو وان پیس داشته باشه. بچه‌ها توجه کنید که اودا اسم میوه هاشون رو برعکس عادت همیشگی تو داستان بهمون نداده، و الان این تئوری مطرح میشه که ممکنه اصلا قدرتی که گروسی دارن از میوه شیطانی زوان نیومده باشه و قدرتاشون رو از راه دیگه گرفتن. شاید اصلا ایمو این قدرت‌ها رو بهشون داده باشه، چون دیدیم که همشون با یه دایره شیطانی به اکهد اومدن و بدون وسیله ارتباطی میتونن به صورت تلپاتی با همدیگه حرف بزنن. حالا اینجا یک پنل کامل از قدرتمندترین موجودات جهان و دولت جهانی، یعنی 5 سیاره کوه هم میبینیم که خدای خورشید لوفی به تنهایی جلوشون قرار گرفته. ناسجورو با فریاد اسمانند حرکت تمام اعضای گروسی رو استارت میزنه. هدف گروسی 1 از بین بردن فرستنده دکتر وگاپانک برای قطع کردن پخش حرفشن، و 2 کشتن بانی برای پس گرفتن کنترل پسیویستانوس، و 3 نابود کردن تمام اکهد. سنت
میت ناسجورو با سرعت بالا به داخل جنگل میره تا خودشو از اونجا به ساحل برسونه. توی ساحل اکهت پسی ویسا پشت سر هم دارن به طرف کشتی‌های نیروی دریایی لیزر میزنن و نابودشون میکنن که اینجا ناگهان ناسجورو از شکل اسب مانندش تبدیل به آدم میشه و با سرعت وحشتناکی به سمت پسی ویسا میره و با یک حرکت کاتانا شمشیرشو از وسط بدن پسی ویسا رد میکنه. سربازا متوجه میشن که پسی ویسا دیگه حمله نمیکنه و زمین میفته. سنت ناسجورو با سرعت وحشتناکی دوتا پسی ویسای دیگر رو هم میزنه. این حمله اونقدر سریع بود که ما حتی بیرون کشیدن و غلاف کردن شمشیرشو نمیبینیم. سربازا از دیدن این وضعیت شوکه میشن و گزارش میدن که اسبی بزرگ رو دیدن که داشت تو خط ساحلی میتازید. گزارش های پشت سر هم از تمام سواحل میاد که پسی ویستاها دیگه شلیک نمیکنن و روی بدنشون بریدگی های یخ زده دیده میشه. بچه ها این قدرت شکاف یخی سنت ناسجورو خیلی شبیه قدرت یخی بروکه که به نظرم دلیلش مربوط به روح بودن اسبشه. درست مثل بروک که میتونه روحش رو از بدنش جدا کنه و از سرمای عالم مردگان برای یخ زدن چیزایی که میخواد استفاده کنه. در حالی که سنت مارس به طرف آسمون میره، سانجی میخواد با کلاهسیری هایی که تو طبقه لب و گیر افتادن ارتباط برقرار کنه و میگه که وقتشو نداره که توضیح بده چه فاجعه ای رو زمین راه افتاده. هر طوری که شده باید از طبقه لب و فرار کنن. کلاهسیری ها تو این سر و صدا حرفای سانجی رو نمیشنون و ازش میپرسن که چی شده. سانجی بهشون میگه که تمام تمرکزشون رو روی فرار بذارن چون هیولای بزرگ داره به سمتشون پرواز میکنه. همینجا اطلاعیه ای برای تمام سربازها در مورد پسیویستاهای افتاده میاد. فریز شدن مدار عصبی پسیویستا اونا رو بی حرکت کرده. سربازا از اینکه مشکل حمله به خودشون حل میشه به شدت خوشحال میشن. معاون دریا سالار دوبرمن به همه میگه که این شانسشونه که بانی رو بکشن و میگه بانی همراه با اعضای دیگه کلاهسیری‌ها به ساحل شمال شرقی رفته و نصف پسیویستاها از کار افتادن و هر کی که بهشون کمک کرده طرف اوناست. که میبینیم ناسجورو داره به اسپا انداختن پسیویستاها ادامه میده. مار سعی میکنه که وارد طبقه لبو بشه اما دیواره لیزری میسوزونتش. ناسجورو به زدن پسیویستاها ادامه میده. برمیگردیم به جایی که لوفی داره پشت سر هم به حمله های پای نیشدار ساترن جا خالی میده که یک دفعه کرم شنی جوپیتر به داخل زمین فرو میره. لوفی از اینکه جوپیتر مثل کرم میره تو زمین شوکه میشه. تو طبقه لبو اوساپ به سانجی میگه که میخوان فرار کنن ولی هنوز زورو و جیمبه بر نگشتن. اوساپ اشاره میکنه که بروک و لیلیت خودشونو پیششون رسوندن و میبینیم که لیلیت به شدت از دست بروک به خاطر کار اشتباهش عصبانی و به نظر میاد که اوساپ با بستن راه سانی رو از پرت شدن نجات داده. تو جنگل جیمبه متوجه وضعیت بد میشه و میگه که اگه زورو هنوز داره میجنگه به زور میبرتش با خودش. که میبینیم لوچی با ضربش به زورو یکی از شمشیراشو به آسمون پرت میکنه. لوچی که به نظر میاد میخواد از دست زورو فرار کنه، میخواد زورو رو وسوسه کنه که بره طرف هاکی قوی که تو مرکز جزیره حس میشه. زورو هم قبول میکنه که این هاکی اونقدر قویه که همه جا پخش شده. وقتی جیمبه خودشو به زورو میرسونه، سانجی به جیمبه میگه که همه معطل اونو زورو ان. که جیمبه تو جوابش میگه که زورو هنوز جنگشو تموم نکرده. سانجی از این کار زورو به شدت عصبانی میشه و با سرخزه ای صدا زدن زورو به خاطر موهای سبزش میاد و زورو رو وبال گردنشون صدا میزنه. که شنیدن این حرف از سانجی زورو رو به شدت عصبانی میکنه. وقتی لوچی با حرکت تفنگ دستی خالدار به زورو حمله میکنه، زورو به همه حمله ها جا خالی میده و شمشیری که به آسمون پرت شده بود و میگیره و با گذاشتن شمشیر دیگش تو دهنش با سبک سه شمشیرش شکار پلنگ خالدار بدن لوچی رو میشکافه و تو یک حرکت کارش رو تموم میکنه. بچه ها به نظرم برای سانجی زیادی بود که بگه زورو وبال گردنشونه. آقا یه دقیقه نتونست وگاپانک رو تو دستش نگه داره، چطوری میاد به زورو چنین حرفی رو میزنه؟ به هر حال به نظرم حریفای هر کلاهسیری تو این جنگ بزرگ اکت قرار اینطوری باشه. زورو قرار مقابل سنت ناسجورو قرار بگیره چون هر دو شمشیر زنن. سانجی قرار جلوی مارس قرار بگیره چون هر دو آتشی ان. جیمبه قرار به عنوان فیشمن با جوپیتر روبرو بشه چون طبق داستان دون آب برای کرمهای شنی مثل سم میمونه و جیمبه میتونه به شدت بهش ضربه بزنه. سنت وارکری که پیداش نیست ممکنه رفته باشه دیواره دفاعی طبقه لبا رو بشکونه چون قیافش به هیولاهای قدرتی میخوره. حالا اینجا لوفی متوجه لرزه ها در زیر زمین میشه که ناگهان جوپیتر از زیر زمین بیرون میاد و لوفی رو میخوره. ولی اینجا جاینت های دوست داشتنیمون دوری و بروگی خودشونو میرسونن و از دیدن لوفی خوشحالن و میگن که شکم تاریک کرم جای خدای خورشیدشون نیست و با اسم حمله اره فرزند خورشید بدن کرم رو
رو میبرن و لوفی با خنده همیشه گیش ازش بیرون میاد. بچه‌ها جوپیتر با این ضربه نمرده، چون این کرم‌های شنی طبق داستانی که دارن هر قسمت از بدنشون میتونه به تنهایی زنده بمونه. لوفی از دیدن جاینت‌های پیر سورپرایز میشه و دوری و بروگی با خنده میگن که نمیتونستن دیگه منتظر بمونن و میخواستن ببیننش. الان بزرگترین معما اینه که چطور لوفی میخواد گروسه‌ای رو شکست بده. جاینت‌ها با اینکه قوین ولی وقتی گروسه‌ای جدی بشن و از خراب میشه و لوفی هنوز نتونسته نقطه ضعف ساترن رو پیدا کنه، چه برسه به بقیه‌شون. و میدونیم که لوفی به انرژی خیلی زیادی برای نگه داشتن گیر 5 نیاز داره، پس بهترین کمک اینجا رسیدن غول آهنی باستانیه که با صدای طبل‌های آزادی قلب لوفی بیدار شده و 200 سال پیش به مری جوا هم حمله کرده. یعنی اینکه گروسه‌ای حتما دیدنش. کی میدونه، ممکنه لوفی گیر 5 شک بیداری جدید پیدا کنه. تئوریاتونو حتما تو کامنت ها بگید و روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش. رو دوستتون دارم و شما رو توی ویدیو بعدی خواهم دید. آیرو گنگ بدرود.